برای تولید کنندگان محتوایی که چه تو یوتیوب فعالیت میکنن و چه تو آپارات، سوالی که چطور میتونن یه دونه تایمری رو برای ویدیو خودشون اضافه بکنن که هم آدرس کانال خودشون رو روی اون تایمر نوشته شده باشه و هم به عبارتی ویدیوشون رو شیک و جذاب بکنن. من تو این ویدیو بهتون آموزش میدم که با طی چند مرحله خیلی ساده بتونیم این تایمر رو درست بکنیم. خب دوستان عزیز، نگاه بکنید به این ویدیویی که من براتون آوردم. این ویدیو رو من از سایت هیبا دانلود، خیلی بخشید، هیبا تک دانلود کردم و اومدم یه دونه بندج رو همینطور که می‌بینید به این قسمت به عبارتی گوشه سمت راست آوردم گذاشتم که به عنوان تایمر داره عمل می‌کنه. دقت بکنید به این ویدیو. سلام، حتما توی مدرسه، دانشگاه، محل کار، سمینار و غیره دیدین که برای ارائه مطالب از پاورپوینت استفاده میکنن. ما توی این ویدیو میخوایم بهتون آموزش بدیم که چطوری یه فیلم رو به فایل پاورپوینت اضافه کنید. برای این کار نرم افزار پاورپوینت رو باز کنید و یکی از طرح‌هایی که بهتون پیشنهاد میده رو به دلخواه انتخاب کنید. همونطور که میدونید اسلاید اول آماده است. حالا کافیه که وارد تب اینسرت بشید. و بعد گزینه ویدیو رو انتخاب کنید. از منوی کشویی گزینه ویدیو on my PC رو انتخاب کنید و در نهایت فیلم رو از رو کامپیوترتون انتخاب کنید و اجازه بدید تا اضافه بشه. اگر مشکلی توی پخش فیلم به وجود اومد، ممکنه به خاطر نامناسب بودن فرمت فیلم، متفاوت بودن نسخه آفیسی که فایل پاورپوینت رو باهاش ساختید و نسخه‌ای که دارید اون رو اجرا می‌کنید، یا جابجا شدن مسیر فیلم باشه. اگر سوالی در مورد تبدیل فایل ورد به پاورپوینت یا باز نشدن پاورپوینت دارید، میتونید سایر ویدیوهای ما رو هم ببینید. خب دوستان، همونطور که دیدید به محصه اینکه این ویدیو تموم شد، یک کاور، یک رنگ دیگه ای اومد روی این بندج، اومد روی این تایمر کشیده شد که به عبارتی رنگ بیروح تایمر قبلی رو با رنگ‌های جذاب و به عبارتی جدید، مثل حالت گرادینت که همون به عبارتی گرادینت تولی که توی نرم افزار فتوشاپ داریم، یک رنگی رو روش کشید. یعنی نگاه کنید، من اگه الان این ویدیو رو برگردم عقب، این به عبارتی تایمره رنگش عوض میشه، یعنی متناسب با مکتب. خب ما چطور میتونیم چنین تایمری رو درست بکنیم که هم به عبارتی آدرس کانالمون روش باشه، که الان این آدرس کانال منه، میتونیم روش به عبارتی بزنیم. خب برای این کار ما باید دو تا کار انجام بدیم. یه دونه کار با نرم افزار ادوبی فتوشاپ، یعنی یه دونه باید توی بیان این نرم‌افزار ادوبی فتوشاپ دو تا بندج، دو تا تایمر به عبارتی شکلش رو درست بکنیم متناسب با سایز ویدیومون. بعد بیام توی یکی از نرم‌افزارهای ادیت ویدیو که من از کمتیجا استودیو استفاده می‌کنم، به عبارتی اونو حالت انیمیت اضافه بکنیم. خب اولین کار اینه که ما بیایم به نرم‌افزار ادوبی فتوشاپ که من اینجا الان باز کردم. وقتی که نرم‌افزار ادوبی فتوشاپ رو باز می‌کنید، توی این قسمت به عبارتی سمت چپ یه دونه create new نوشته. این create new رو ما میزنیم. وقتی create new رو زدید، create new یعنی یک چیز جدید درست بکن. ببارد. اینجا در این قسمت به سمت راست یک سری اطلاعاتی رو برای من دید. اینجا نوشته untitled one که من میتونم اینو به عبارتی تغییر بدم. مثلا من مینویسم timer one. اینجا هم به عبارتی طول عرض، به عبارتی همون سایز تصویری که میخوام درست بکنیم رو برای ما آورده که متناسب با به عبارتی اون رزولوشن دسکتاپ کامپیوتر خودتون ممکنه به طور پیش‌فرض اینطوری باشه که برای من الان 1080x1920 که برای اینکه به هر حال تولید به عبارتی بسته به اینکه چه محتوایی تولید میکنید من
تو چه اپلیکیشنی تولید میکنید این به عبارتی سایز ها متفاوته. یعنی اگه هدف شما آی جی تی وی، اینستاگرام، یوتیوب، آپاراته تقریبا یکسانن، ولی خب اگه توی پست ها و سایر به عبارتی موضوعات میخواید استفاده بکنید این اندازه متفاوته. من میخوام به هر حال این مثال ما برای تولید کنندگان محتوایی که توی یوتیوب و آپارات فعالیت میکنه. این رو توی 1080 در 1920 میذارم. اینجا در این قسمت این پیکسل رو انتخاب میکنیم. اورینتیشن که باید هورایزنال باشه، یعنی اینطوری باشه، و رزولوشن ما هم روی 300 بذارید بهتره، و اینم پیکسل باید اینچ بذارید، و اینم که RGB کالر باید زده بشه. اینجا میتونید یک رنگی رو برای بک‌گراند خودتون استفاده بکنه که چندان کار خاصی نیست، ما چون به حال این بک‌گراند به درد ما نمیخوره و در آخر بدون بک‌گراند رندر میگیریم. خب بعد اینکه این کارا رو انجام دادیم create رو میزنیم. وقتی که شما این به عبارتی create رو میزنید یک صفحه‌ای برای شما باز میشه. چنین صفحه‌ای اینجا دقت کنید، یه دونه قسمت هست اینجا، یا قسمت خیلی مهمیه برای ما که در اصطلاح میگن لایر، یعنی لایه های ما. که ما هر کار اینجا انجام میدیم یه دونه لایه برای ما ایجاد میشه، و این قسمت سمت چپ برای ما بسیار مهم هستن که آیتم های مختلفی هن و بیشتر با اینا کار. خب من الان کاری که میکنم این ویدیوی منه، فرض میکنم این به عبارتی ویدیوی من. من میام یه دونه بندج رو به هر حال به هر قسمتی که از به هر قسمتی از ویدیو که میخوام میتونم به عبارتی جایگذاری بکنم. میتونم بزنم به این قسمت بذارم، به این قسمت، به این طرف، به هر قسمتی که خودم دوست داشته باشم میتونم این به عبارتی این شیپ رو اینسرت بکنم. مثلا من میخوام به این قسمت بذارم، مثل همون ویدیو قبلی میخوام طراحی بکنم. میام به این قسمت سمت راست، اینجا رکتنگل تول وجود داره، اینو راست کلیک میکنیم. دقت کنید اینجا انواع اقسام مختلف به عبارتی مستطیل وجود داره، که البته ما این رکتنگل تول هست، یه دونه راوندد، یعنی گوشه هاش کمی خمیده است، که این به نظر من شیک‌تره. اینو انتخاب میکنیم و میام از این قسمت تقریبا این بس سلیقه‌ای، هر چقدر که دوست داشته باشید میتونید بذارید، یعنی بسته به اینکه محتوای شما چیه میتونید بیشتر هم قرار بدید. خب مثلا اینقدر برای من. الان من میتونم رنگ اینا تغییر بدم، یک رنگ بیروح میخوام بذاریم دیگه، درسته؟ مثلا چنین رنگی برای من خیلی خوبه. خب الان برای من، برای این که به عبارتی زوم بکنم میام Alt رو میگیرم و به عبارتی با سکرول ماوس این رو زوم میکنم. خب الان من میخوام یه دونه لوگوی یوتیوب رو بذارم اینجا، کانال خودم رو اینجا بنویسم و چند تا مربعی رو اینجا قرار بدم که به عبارتی یه دونه طراحی دیگه هم مثل این داشته باشیم، اون یکی به عبارتی شکل بیاد روی این شکل رد بشه. خب من الان یه دونه لوگوی یوتیوب رو میارم که اگه خب این فقط دقت کنید که باید بدون بک‌گراند باشه. الان این بدون بک‌گراند، دقت بکنید هیچ بک‌گراندی در این قسمت وجود نداره. برای اینکه بتونید یک فایل رو به بک‌گراند دانلود بکنید باید فایل های PNG دانلود بکنید، یا اگه به عبارت بک‌گراند داشت به عبارت واسطه نرم افزارهایی مثل پاورپوینت که خیلی راحت میتونه بک‌گراند حذف بکنه، میتونید خیلی راحت حذفش بکنید. ولی خب اینجا مال من هیچ بک‌گراندی نداره. من اینو همینطور میگیرم و میارم اسکرول میکنم به عبارتی درگ میکنم به فتوشاپ. الان کاری که میکنم اینو زوم اوت میکنم، من آلت رو میگیرم و زوم اوت میکنم. میام از این قسمت به عبارت این تول رو انتخاب میکنیم و این رو به عبارتی باید کوچیک میکنیم به حدی که بتونه اینجا جا بشه. الان دقت بکنیم ببینیم چقدره، چطوره اندازش. خب میتونه کمی بزرگتر باشه، مثلا این به نظر من خوبه. خب خیلی هم عالیه. الان یه کار دیگه ای که میکنیم، میان اسم کانالمونو که به حال اینجا من اسم کانال خودم رو مینویسم
در این قسمت می نویسیم و چند تا مربع کوچیکی رو هم در این قسمت های پایینی قرار میدیم که به عبارتی ویدیومون شیکتر بشیم. خب برای اینکه بتونیم بنویسیم میان به این قسمت سمت چپ اینجا تی که وجود داره این به عبارتی تکست تول اینو انتخاب میکنم. خب الان من اینو میارم و در این قسمت یه دونه کلیک میکنم. خب این کمی بزرگه، من کوچیکش میکنم. بذارید 12 رو بنویسیم ببینیم چطوریه. خب این الان اسم کانال خود منه، اینو کمی به عبارتی کوچیک بکنیم. 11 چطوره؟ خب بذارید 11 رو اول قرار بدم. خب اینو من میتونم اینجا روش به عبارتی هایلایت بکنم، بعد بیام به این قسمت که 200 اینو صد بکنم، به کمی به عبارتی نزدیک به هم میکنم. خب الان فکر کنم خوبه. خب خوبه، فقط رنگش رو هم باید گفتیم بیروح بذاریم که من مثلا چنین رنگی رو بذاریم، البته باید دیده بشه ها. خب این الان دیده میشه، یعنی میشه فهمید که این چیه. خب بعد میام به این قسمت باسم رکتنگل تول، آلت رو میگرم سکرول میکنم که کمی زوم بکنم به این قسمت و بتونم خیلی راحت بدونم که چه خبره. من میام یه دونه به عبارتی چنین حالتی رو رسم. الان کاری که میکنم آلت رو میگرم اینو میزنم و یه دونه کپی از اون رو برمیدارم. دقت بکنید، آلت رو گرفتم و با موس هم دارم میکشم به عبارتی به این طرف. همونطور که میبینید این کار باعث میشه که هم اندازه باشن همشون و تا انتهای ویدیو میرم. نگران رنگشون هم نباشید، رنگ رو میتونید بعدا تغییر بدیم، فقط صرفا روی کار تمرکز بکنیم که هیچگونه ایرادی نداشته باشه. الان به عبارتی ما تا انتهای ویدیو رسیدیم. من رو زوم آوت بکنم، خیلی عالی شد. الان دقت کنید به این قسمت سمت به عبارتی راست، من الان ببینید چقدر لایه دارم. من این لایه که لرن پلاس نوشتم رو به تکستمه که اگه من این قسمت به عبارتی این چشمک رو بزنم حذف میشن. دیدید؟ خب این در حقیقت حذف نمیشه، فقط یه حالتی به عبارتی اینویزیبل میکنه، محوش میکنه که ما روی سایر کارهامون کار بکنیم. حالا این راوندت طوری که هست نکنید، این مربوط به اولین عبارتی شیپ ما هست، شکل ما هست. من کنترل رو میگیرم میام همه اینها رو که ببینید خیلی راحت میتونم سلکت بکنم. دقت کنید خیلی راحت اینا به عبارتی سلکت میشه. خب الان همه اینا رو که کار کردم یه دونه راست کلیک میکنم و اینجا گروپ فرام لایرز که هست میخوام توی یه دونه گروپ بذارم. مثلا اسم خیلی ببخشید اسمشون رو میذارم شیپس. خب این رو که میزنم الان تبدیل شدم به یک گروهی. خب من این کار رو میکنم، یک گروه رو میگیرم میام به عبارتی اول این تول رو که انتخاب میکنم تمام اینها رو یک به یک به عبارتی واسم انتخاب میکنیم. و به عبارتی سعی میکنیم که رنگشون رو تغییر بدیم به این رنگ. خب میخوام رنگش اینطوری سفید باشه، چون بندجمون سفید نیست این رنگ سفید باشه مشکلی برای ما پیش نمیاد. خب این هم همینطور میتونم خیلی راحت سفید بکنم. درست شد. الان من به عبارتی یه کاری کردم که اینا سفید شدن. بذارید این را هم بذارید به عبارتی. خب گروهمون هستن، من فکر کردم از گروه خارج شد. خب الان من اولین بندجم رو به عبارتی اولین چیز رو کامل کردم.
ولی خب دقت کنید که این تصویری که ما درست کردیم background داره، یعنی این background داره. برای اینکه من زمانی که الان من یه دونه رندر میگیرم، بذارید یه دونه بگیریم، یه دونه من سیو از میکنم، همین تایمر یک، میام به این قسمتی که سیو میکنیم و چی شد زمانی که میخوام سیو بکنم، میام به این قسمت فایل، اینجا سیو از رو انتخاب میکنم، اینجا فتوشاپ که هست تبدیل میکنیم به پی ان جی، پی ان جی رو من میزنم، میخوام توی همین دسکتاپ سیو بکنم. اینجا یه قسمت دیگه میاد که PNG Format Option هست، اینجا Large File Size رو یعنی بهترین کیفیت رو بزنیم. خب این الان اومده توی دوباره دسکتاپ. دقت کنید که این ویدیو یه دونه Background داره، یعنی من اگه بیام این رو بذارم روی یه دونه ویدیو، به عبارت اون ویدیو هستن برای من قابل نمایش نمیشه. اینو بعدا برای شما توضیح میدم یعنی چی. خب برای من که بتونم یک ویدیوی به عبارت یک تصویر بدون Background رو رندر بگیرم، باید بیام به این قسمتی که لایر هست، یعنی مربوط به این تصویر هست، این رو به عبارت این چشمک رو بزنم. گفتیم که حالت شطرنجی به ما نشون میده که بک‌گراند نداره تصویر. الان میام بازم به این قسمت فایل، سیو از رو میزنم، این تایمر یک کموزش میشه همون باشه، پی ان جی رو میزنم و روی همون فایل به عبارتی ذخیره میکنم. خب این فکر کنم نشد، بذار خب یه دونه اسم دیگه براش انتخاب کنم. PNG مثلا یه دونه تایمر دو بنویسیم. خب الان دقت بکنید که این تصویر بک‌گراند نداره، همونطور که می‌بینید فقط یه دونه بندیج وجود داره. خیلی ساده. خب الان برای کار دوممون چیکار بکنیم؟ نکنید من یه دونه هم عین همین تصویر رو نیاز دارم در همین نقطه باشه، یعنی درست در همین مکان جایگذاری بشه و عیناً همین شکلی به عبارتی طراحی شده باشه، یعنی حتی یک تغییر کوچیکی هم روش وجود نداشته باشه. برای اینکه من بتونم خیلی راحت این کارو بکنم، من میتونم بیام اینجا اینا رو بزنم، خب الان دوپلیکیت شد. خب پس کاری که میکنیم، میام این گروه رو که برها زدیم، الان اینا یه دونه گروهه، من اگه اینو باز بکنم یک به عبارتی فایل های خیلی زیادی وجود داره، یعنی تک تک این مربع ها هستن، به عبارتی این شکلمون هستن فایل. خب الان این شکل اولی رو من کلن نمیخوام، اینا رو میزنم میره. خب الان من با این دومی ها کار دارم، یعنی میخوام روی بندج دومم کار بکنم. اولا میخوام روی شکلم و رنگش تغییر بدم، وقتی که اون حالت گرادینت گفتیم میاد، مثلا بشه آبی یا بشه مثلا یا چنین رنگ هایی رو میتونیم اضافه بکنیم، زرد بکنیم، نمیدونم هر رنگی که دوست داشته باشیم میتونیم تغییرش بدیم. مثلا یک رنگی رو انتخاب بکنم، خب به نظرم این رنگ خوب. بعد این رو انتخاب کردم، میام روی لوگوی یوتیوب که اینجا هیچ، این Learn Plus همون نوشتمون هست، اینو میام این که این گزینه رو اینجا کلیک میکنم، روشون میزنم، همطور که میره الان سلکت شدم، میام به این قسمت و اینم رنگش رو قرمز میذارم مثل همین خود لوگوی یوتیوب. بعد این شیپ هایی که من اینجا گذاشتم اینا همشون، اینا رو به عبارتی میام اینجا و خب این رو من آن گروپ میکنم اول، میام اینجا الان همشون سلکت شدن همونطور که میبینید، اینجا این قسمت رو انتخاب میکنم و اینا رو هم به عبارتی قرمز میکنم. خب الان دقت بکنید دوستان، به نسبت شکل قبلی که ما طراحی کردیم این خیلی متفاوته، رنگ ها تفاوت شد. الان میام از اینم یه دونه رندر میگیرم، این سیو از رو میزنم، اینجا آن تایتل من اینو بکنم مثلا تایمر 3. خب اینجا هم باز میام این سیو از تایل، گفتیم پی ان جی، این پی ان جی رو انتخاب میکنیم، سیو رو میزنیم و لارجست رو انتخاب میکنیم. خب الان من دوتا به عبارتی تایمر دارم. من دقت بکنید، من اولین تایمر رو باز میکنم، یعنی یه دونه بندج اینجا وجود داره، درسته؟ الان تایمر دوم رو هم باز میکنم،
دقیقا همونه، فقط رنگ ها متفاوت. درسته؟ خب الان ما اینو رو عبارتی باز کردیم. کاری که میکنیم میام به این نرم‌افزار کمتیجا استودیو. این نرم‌افزار یه نرم‌افزار به عبارتی ادیتین سافت ویر هست. شما میتونید از نرم‌افزارهای دیگه مثل ادوبی پریمری، ادوبی پریمری راش و سایر نرم‌افزارهای ادیت هم از این کار استفاده بکنید. من چون ویدیوهای آموزشی خودم رو از این نرم‌افزار ادیت میکنم با این راحتم. میام یه دونه ویدیویی رو، همین ویدیو قبلی که به حال از سایت هیواتیک دانلود کرده بودم بیارم. خب به این قسمت دانلود ویدیو و این ویدیو به عبارتی میتونم من خیلی راحت این ویدیو رو بگیرم، این ویدیو رو باز میکنم و بیارم. خب بذارید من کلا یه دونه جدید رو باز بکنیم اینجا توی کمتیج استودیو، یه پروژکت رو بزنیم. الان من میام این رو همین از همینجا درگ میکنم میارم توی کمتیج استودیو. خب الان با ویدیومون رو من به عبارتی آوردم، این رو از همینجا ویدیو بین میارم درگ میکنم توی ترک یک ویدیو در حقیقت 1:30 هست، 1:30. خب الان این تایمر هایی که من اینجا به عبارتی طراحی کردم رو هم دوتاش رو برمیدارم میارم روی این میدیا به. خب الان دقت بکنید، من اگه این ویدیو رو پلی بکنم، سلام، حتما توی مدرسه دانشگاه دقت کنید که هیچ تایمری در این قسمت به عبارتی گوشه سمت راست وجود نداره، چون قبلی رو من طراحی کرده بودم. الان میخوام طراحی بکنم. کاری که میکنم از همین ویدیو، این سمپل هایی که انجام دادم، این قسمتی که بیروح بود، یعنی این عکس بود منظورم، این رو میاریم به عبارتی در این قسمت دوم میذاریم. ممکنه برای شما 5-6 تا لایر باشه، یعنی 5-6 تا ترک باشه. این ویدیو ساده است و حالا من ادیت نکردم مثلا اینو. و این قسمت سوم رو هم میارم. دقت کنید، من کاری که کردم این بود که اینا به عبارتی در حالت دیفالت کاستوم خیلی کم به عبارتی وجود داره. یعنی الان دقت کنید این حالت اومد اینجا. من اگه اینو پلی بکنم، سلام، حتما توی مدرسه دانشگاه محل کار بعد از 5 ثانیه اینا محو شدن از اینجا. علتش اینه که این ویدیومون 1:30 هست، ولی اینها دیوریشنش 5 ثانیه است. من اینا رو باید به عبارتی اینطوری با موس خودم اینطوری میکنم و عبارتی از این قسمت میکشم تا انتهای ویدیو. الان دقت بکنید که این بندجی که اینجا قرار داره تا انتهای ویدیو من اگه این تایمر رو ببرم وجود داره. ولی خب یه سوال، چرا اون حالت بیروح وجود نداره؟ دقت کنید که دوستان، این حالت بیروح درست پشت این تایمر دو وجود داره، یعنی برای ما قابل مشاهده نیست. اگه من بیام به عبارتی این قسمت رو انتخاب بکنم، این الان پشتش مخفی شده. درسته؟ دقت بکنید، این در حقیقت پشت به عبارتی اون فایل قرار داره. خب من الان چی کار میکنم؟ کاری که میکنم اینه که میام این قسمت رو کراپ رو انتخاب میکنم و میام اول کار که بکنیم، میام این هند رو انتخاب بکنیم، یه دونه با سکرول ماوسمون زوم بکنیم. خب الان من این قسمت رو انتخاب میکنم، میام از اینجا میگیرم میارم تا به عبارتی اول این بندج من اینجا میذارم. دقت بکنید، الان در حقیقت این کراپ من درست اومده توی این قسمت بندج قرار گرفته. کار دیگه ای هم که میکنیم، البته اینو نکنید، اصلا بذار یه روش دیگه رو بگم. این بمونه همینجاش. من میام شیفت رو میگیرم و از این قسمت میارم این رو میذارم توی این قسمت. دقت بکنید، من در حقیقت به جای این یکی اینو آوردم گذاشتم اینجا. این خط رو که الان میبینید خیلی راحت وایساده اینجا. خب میام توی نرم افزار کمتیج استودیو، یه دونه اینجا بخش مور هست، اینو انتخاب میکنم و یک قسمتی از تحت عنوان انیمیشن. خب
این کاستم انیمیشنی رو من درگ میکنم به نرم افزار، همونطور که میبینید. خب اینم زوم بکنم من کمی. خب بیام به این قسمت، خب من این رو بگیرم بیارم اینجا. خب کاری که میکنم اینه که میام روی این کلیک میکنم، به عبارت اون تایمر که اینجا رنگش یه حالت آبی سبز داره اینو میزنم زرد میشه. خب الانی که اینو زدم بذار من اینو فیت بکنم، میام این کراپ رو انتخاب میکنم و بده کمی زوم بکنیم که ببینیم چه خبر. و من این رو میگیرم میارم به عبارتی درست در انتهای این بندجی که طراحی کردیم میذارم، درست اینجا. خب درست شد. خب الان دقت بکنید، من اگه اینو بگیرم بیارم این طرف تموم میشه دیگه تا این طرف. پس من چیکار بکنم که تا انتهای ویدیو با من همراه بشه؟ میام اینو کمی زوم اوت میکنم از این قسمت. دقت بکنید این انیمیشنی که ما انجام دادیم اینجاش رو میگیرم از این قسمت میبرم تا انتهای ویدیو ببارد. خب بیارم تا انتهای ویدیو. خب الان من یه دونه انیمیشن رو انجام دادم که تا انتهای ویدیو با من وجود داره. الان یک بار ویدیو رو پلی میکنیم تا ببینیم واقعا این اتفاق افتاده یا نه. خب دارم زوم بکنم من. بریم. سلام، حتما توی مدرسه، دانشگاه، محل کار، سمینار و غیره دیدین که برای ارائه مطالب از پاورپوینت استفاده میکنن. ما تو این ویدیو میخوایم بهتون آموزش بدیم که چطوری یه فیلم رو به فایل پاورپوینت اضافه کنید. برای این کار نرم افزار پاورپوینت رو باز کنید و یکی از طرح‌هایی که بهتون پیشنهاد میده رو به دلخواه انتخاب کنید. همونطور که میدونید اسلاید اول آماده است. حالا کافیه که وارد تب اینسرت بشید. و بعد گزینه ویدیو رو انتخاب کنید. از منوی کشویی گزینه ویدیو آن مای پی سی رو انتخاب کنید و در نهایت فیلم رو از رو کامپیوترتون انتخاب کنید و اجازه بدید تا اضافه بشه. اگر مشکلی توی پخش فیلم به وجود اومد، ممکنه به خاطر نامناسب بودن فرمت فیلم، متفاوت بودن نسخه آفیسی که فایل پاورپوینت رو باهاش ساختید و نسخه‌ای که دارید اون رو اجرا می‌کنید یا جابجا شدن مسیر فیلم باشه. اگر سوالی در مورد تبدیل فایل ورد به پاورپوینت یا باز نشدن پاورپوینت دارید، میتونید سایر ویدیوهای ما رو هم ببینید. همچنین می‌بینید خیلی راحت تا انتهای ویدیو این بندج ما هم رنگ شد. حالا یک نکته دیگه که موند این بود که ما میتونیم برای اینکه این حالتی که میاد از این قسمت دایت آخر میره یکسان باشه، یعنی هیچ تندی و کندی نداشته باشه، میام روی این حالت انیمیشن راست کلیک میکنیم، اینجا اینیبل ایزینگ هست، اینو که ما میزنیم اینجا لینر رو انتخاب بکنیم، خیلی به عبارتی تداوم و به عبارتی اون سرعت حرکتی که داره این انیمیشن ما یکسان میشه. اینا لینر رو هم میزنیم و تموم میشه. ولی خب اگه نزنی هم مشکلی به وجود نمیاد. خب دوستان عزیز، این بود از نحوه طراحی به عبارتی تایملاین برای ویدیوهای خودمون. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید. تا ویدیوی بعدی آموزش بعدی، شما رو به خدای بزرگ بسپارم.